سلام به همه دوستان خوبم یک شنبه 29 فروردین 1400 18 آپریل 2021 در همین روزهایی که حواسها به بحث مذاکرات چین و واگذاری منافع ملی ایران به کشور چین به خاطر حمایت از رژیم حاکم بر کشور هست و در شرایطی که بحث کرونا یک بحث نگران کننده برای همه مردم هست و نگرانی به حقی هم هست یک گزارشی منتشر شد از شورای عالی امنیت ملی اوکراین که دبیرش صحبت کرده و گفته مجموع بررسی ها نشون میده که سغو... در واقع شلیک به هواپیمای مسافر برای اوکراین در سال 1998 شلیک عمدی بوده این حادثه نبوده خب حالا شاید بعضی بگن که چه مدرکی وجود داره که اون حرف درستش به حال اونها کشور خارجی هستن و شاید میخوان خسارت بیشتری بگیرن یا به هر حالا در دیگه من میخوام بگم که قبل از اینه... که این این آقام بگه دلایل متعددی وجود داشته که این کار عمدی بوده ببینید امروز 29 فروردینه شما برید خبرگزاری های مختلف کشورمون ایران رو ببینید ایسنا، ایرنا، فارس، ایلنا، مهر بیش از 20 سال حداقل من در جریانم که روز 27 یا 28 فروردین ماه اطلاعیه از روابط عمومی سازمان هواپیمای کشوری صادر میشه که پروازهای مسافربری رو به خاطر برگزاری مانور روز ارتش تعطیل میکنن نمیدونم امسال مانور دارن یا نه به خاطر حالا وضعیت کشور ولی همه این رو برگزار میشه و یک روز یا دو روز ترش اطلاعیه صادر میکنن تمام پروازها از چند ساعت قبل از برگزاری مانور ارتش تا چند ساعت بعدش تعطیل میشه رفت و آمدها به منطقه فرودگاه ممنوع میشه و کارهای دیگه خب چطور میشه در شبی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به قول خودشون به پایگاه عین الاسد حمله انقلابی بکنه و طبق اعترافی که سربار حاجی زاده در تلویزیون داشت و دیگران داشتن منتظر بودن که آمریکا واکنششون بده و سربار حاجی زاده در تلویزیون گفتش که ما خودمون آماده کرده بودیم که اگر آمریکا واکنش نشون میده به 400 نقطه حمله کنیم که البته این هم بنده خدا مشخص عدد و رقم نمیفهمینه فقط عدد و رقمی که میفهمن اقتلاسه. 400 نقطه با واسه بارکا مگر اینکه تمام کشورهای منطقه رو بزنن همه کشورهای اسلامی رو اینم از هنرهای انقلاب اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی درگیری بین کشورهای اسلامی زورش به جهادی نمیرسه ولی به هر حال اینها نشون میده که اینا منتظر بودن که بعد از حمله اینول اسد آمریکا حمله بکنه و بعدم میگن که علتی که شلیک شده به هواپیمای اوکراینی اینه که اپراتور ما فکر کرده موشک کروز داره میاد یعنی اولا منتظر بودن و ثانیا به همون انتظار اگر فرض کنیم که راست میگن خب یک کمچین حکومتی یک کمچین نظام حکومتی یک کمچین نیروی نظامی ضد مردمی که خودش رو آماده کرده برای حمله و منتظر بوده که جواب متقابل بگیره چطور تعطیل نکرده پرواز رو حکومتی که برای مانور قیر... که در واقع عملیات غیر واقعی هست و فقط نمایش قدرت هست پروازها رو چند ساعت تعطیل میکنه چطور میشه در درست در ساعتی که حمله میخواستن به اینو رصد بکنن و خودشون میگن منتظر حمله متقابل آمریکا بودیم و بعدم به همین بهانه مشکلی کردن چون پروازها رو لغو کردن این خودش دلیل اول که اینا اصلا عمدن این کردن من که به قاطعیت میگم اصلا زدن که بندازن گردن آمریکا یعنی با توجه که تصور میکردن حمله به عین الاسد حتما واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت این هم این موشک رو زدن که بندازن گردن آمریکا یعنی فکر میکردن که آمریکایی حمله ای میکنه چند جا بمبارون میشه یا یعنی نمیدونم موشک میخوره این هم گردن آمریکایی خب ببینید وقتی که یک قتلی یک جنایت اتفاق میفته قاضی که میخواد پرونده بررسی کنه یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار میده اینه که آیا قاتل انگیزه ای برای قتل داشته یا کسی که مرتکب یک جنایت شده انگیزه ای برای ارتکاب اون جنایت داشته یا نه در این موضوع به خصوص قطعا جمهور اسلامی انگیزه داشته برای این جنایت همونطور که قبلا اشاره کردم با توجه به زمینه هایی که وجود داشته برای اینکه گردن آمریکا بندازن مسئله رو به احتمال قریب یقین من شخصا یقین دارم حالا شاید نتونم اثبات بکنم ولی مجموعه حرکات جمهوری اسلامی و رفتاری کرده و رفتاری که به خصوص قبل و بعد از این ماجرا داشته برای من قطعی کرده به حال انگیزه کافی وجود داشته برای که گردن آمریکا بندازن ببینید اینا, اینا همون حکومتی هستن که وقتی لازم باشه بخوان درگیری درست کنن برای به خیال خودشون دشمنشو بدنامی درست کنن هر کاری رو انجام میدن شما صحبت های ناخدا سمدی رو حتما شنیدید که در مورد حادثه شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال 67 چی میگه که اینها نوعی رفتار کردن که عملاً پدافند آمریکا رو یا نیروهای آمریکایی رو فریب دارن و با تصور اینکه این هواپیما این در واقع در سایه هواپیما مسافر هواپیما جنگندهشون رو بلند کردن که حمله کنه به ناو با آمریکایی باعث این کار شدن حکومتی که به هواپیما مسافربری خودش رحم نمیکنه به 300 مسافر خودش رحم نمیکنه برای اینکه بتونه پوشش نظامی بده پوشش بده به کار نظامیش حاضر هواپیما مسافربری رو قربانی بکنه این کار ازش بعید نیست یعنی بار اولش نیست حکومتی که برای بدنام کردن حکومت شاه بنیان گذاران حکومت سینما رکس را آتیش زدن مسجد کرمان را آتیش زدن ازشون بعید نیست خب ببین انگیزه که وجود داره تجربه هم وجود داره که اینا قبلا این کار کردن رفتار بعدشون هم نشون میده که اینها در این موضوع خودشون چون میدونن جنایت کار هستن وحشت داشتن و تلاش کردن که مخفی کنن ببینید سربار حاجی زاده مصاحبهش هست برید میگه من خودم صبح چهارشنبه در کرمانشاه بودم شنیدم که موشک شلیک شده و به هواپیما خورده خب اینا دقیقا مشخصه مشک چه ساعتی شلیک شده هواپیما چه بوده پس از اول میدونستن ولی تا جمعه بعد از ظهر نگفتن نه تنها نگفتن کارشناسان مزدور یا کارشناسان خودفروخته رو آوردن در تلویزیون که با به تجربه 35 سالشون قسم بخورن که این در اثر نقص فنی بوده در اثر اصابت موشک نبوده مدیر عامل هواپیمایی اومد گفتش که من با قاطعیت میگم که نقص فنی بوده زمانی اعتراف کردند که اطلاعات آمریکا و کانادا داشت منتشر میشد و نشون میداد که اینها اطلاعات کافی در اختیار دارن که موشک شلیک شده خاطرتون اگر باشه کسی که به طور اتفاقی از شلیک موشک با موبایلش عکس گرفته بود بلافاصله دستگیرش کردن یعنی اگر یک حکومتی یه کار غیر عمدی انجام داده باشه کاری که به قول خودشون در همه جا دنیا ممکن اتفاق افتاده باشه چرا سه روز مخفی کاری چرا کسی که یک تصویر منتشر کرده از یک کار تصادفی دستگیرش کردن و با آبوتا با این رو اعلام کردن خب من اینا رو از جد گفتم که حتی قبل از اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین هم بگه بگه برای بسیار از افراد روشن بود که این حادثه عمدی بوده چند روز بعد از این حادثه آقای روحانی یک, مسا... یک سخنرانی داشت و گفتش که من به عنوان کسی که با سیستم پدافند کشور آشنا هستم با قاطعیت میگم که این کار یک نفر نمیتونه باشه اشتباهی یک نفر نمیتونه باشه یک مجموعه در دست من خب پس یک موضوع از حتی از نظر کسی که الان رئیس شورای عالی امنیت ملیه 16 سال نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی بوده سالها رئیس کمیسیون دفاع مجلس بوده و مسئولیت های دفاعی امنیتی داشته و مدتی اصلا مسئول پدافند کل کشور بوده میگه نمیتونه کار یک نفر باشه پس این کار سازمان یافته است خب حالا گزارش درست در زمانی منتشر شده که به دلیل سرگرمی مردم به موضوع کرونا که واقعا هم بزرگ و یکی از خیانت های جمهوری اسلامیه و بحث خیانت دیگه شون که قرارداد خائنانه با چین هست متاسفانه این گزارش باستا لازم رو نداشت در حالی که خانواده های این حادثه قربانیان این حادثه که از مظلوم ترین ها هستن به دلیل اینکه ببینید کسی که میره جبهه خیلی هم ارزشمند کارش ولی خودش رو آماده میکنه برای خیلی کارها کسی که در منطقه خطر قرار میگیره یا کار پر ریسک انجام میده آماده است ولی خانواده که عزیزانشون رفتن ماه عسل برن ایران یا از ایران داشتن میرفتن برای سفر دانشجویی که رفته خانواده رو ببینه داره سر درسش کشتن اینها واقعا جنایت مضاعفه برای اینکه خانواده اصلا انتظار ندارن خود کسی که تو هواپیما نشسته اصلا فکر نمیکنه که یک حکومت جنایتکاری داره برای این کشور رو حکومت میکنه که برای اینکه تصفیه حساب با آمریکا بکنه حاضر هموطن خودش رو و هموطنانی که عموما نخمه هم هستن رو بکشه خب این گزارش متاسفانه علارغم اهمیتی که داشت باساب نداشت و متاسفانه با تاسف بیشتر درست در همین شرایط یک مش خودفروخته ی خائن پول پرست در آمریکا نشستن لابیستای جمهوری اسلامی کماکان تشویق میکنن دولت بایدن رو که با جمهوری اسلامی به تفاهم برسه بهانه دروغشون همینه که میخوان تحریما برطرف بشه که مردم ایران تحت مشکل نباشن ببینید فرض کنیم تحریما برداشته بشه دروغ میگن کسانی که میگن نگران حال ملت ایران هستن و میخوان دارن به دولت بایدن فشار که تحریما برداشته به خاطر مردم ایران فرض کنیم تحریما برداشته بشه تا زمانی که یک ضد ای... مردم یک ضد ایران به نام علی خامنه ای وجود داره که میاد با تکبر با خودخواهی با وقاحت میگه من اجازه نمیدم واکسن فایزر و با با باکسن... با آمریکایی و انگلیسی وارد کشور بشه و امروز همه حکومت رو افتادن التماس میکنن برای خریدن واکسن شو اگه تحریم برداشته بشه چه مشکلی از مردم حل میشه اگه تحریم برداشته بشه فقط پول میره تو جیب علی خامنه ای که گردن کلفت سید حسن نصرالله رو کلفت بکنه شکم بزرگ اسماعیل هنیه رو بزرگتر بکنه به قول علی اکبر ولایتی به لونگ پوش های یمن پول بدن فکر می‌کنم اگر پول ها آزاد چه برای مردم ایران واکسن میخرن مگه موقعی که میتونن بخرن و و کانال های انسان دوستانه در سوئیس باز شده بود که بخرن رسما مگه ای مخالفت نکرد مگر در دوره اوباما که پولها آزاد شد و دولت روحانی میخواست هواپیما بخره خامنه مخالفت نکرد گفت, گفت هواپیما اولویت نیست مگر نگفت ورود ماشینهای آمریکایی ممنوع یعنی فرض کنید کسانی در آمریکا نشستن از واکسن فایزر آمریکایی استفاده میکنن حقوق آمریکایی میگیرن هم از توبره میخورن هم از آخر هم با رسانه ها مسابقه میکنن پول میگیرن هم با به عنوان مشاور فلان مقام آمریکایی پول میگیرن و بعد میگن که تحریم بردارید که پول برده دست علی خامنه ای که جلوی خرید باکسن رو بگیره جلوی خرید ماشین آمریکایی رو بگیره هم ماشینی که همین لابیست های وطن فروش و پول پرست جمهوری اسلامی در اینجا در استفاده میکنن من اینجا دارم به میگم قاتل مسافران هواپیمای اوکراین علی خامنه ای هست که هست سربار حاجزاده هست که هست ولی دست لابیست جمهوری اسلامی در آمریکا هم به خون اونها آلوده است کسانی که درست در همین شرایطی که گزارش منتشر شده تلاش میکنن تحریم ها برداشته بشه که دست جمهوری بازتر بشه برای این جنایت ها و اتفاقا همون کسانی هستند که در اوج انتشار داستان اون جنایت سقوط هواپیما اومدن توجیه کردن و با قسم اگر روشون میشد قسم حضرت عباس به زبان انگلیسی می که این کار جمهوری نبوده حادثه بوده بعدم اومدن گفتن مردم ایران اصلا میگن با مردم رنگ صحبت کردن مردم را معتقدن که این کار سپاه نبوده خب اون آدما درست در همین شرایطی که گزارش منتشر شده و نیاز به باستاب داره برای اینکه جنایت های جمهوری اسلامی واضح‌تر بشه کسانی که در داخل و خارج از کشور میخوان به جمهوری اسلامی کمک کنن یه مقدار حواسشون جمع کنن لاقل حیا بکنن یا بترسن درست در همین شرایط دارن فشار میارن که تحریمها برداشت برداشته بشه و بعدم میگم تح... می... دو... به دروغ میگن میخوان تحریمها برداشته بشه که مشکلات مردم برطرف شه مگر در دوره اوباما که 150 میلیارد دلار پول آزاد شد با فشار همین لابیست های وطن فروش که نمیدونم سهمشون چقدر بوده چیزی گیر مردم ایران اومد و همون بخشی که گیر مردم ایران اومد مگه خامنه ای اجازه داد که به صورت بهینه برای مردم مصرف شه. ببینید در همون دوران پول بیشتر برای سوریه رفت یا برای خرج مردم ایران شد و در همین دورانی که همه دنیا تمام دنیا تلاش میکنن مردمشون رو به لحاظ مبارزه با کرونا واکسینه بکنن امنیت براشون ایجاد کنن ایمنی ایجاد بکنن با خودخواهی خودپرستی و شی، خودشیفتگی خامنه جلوش گرفتن و حالا هم یک کسی وزیر بهداشت با بودن این وزیر بهداشت آقا و خانم لابس جمهوری اسلامی با بودن این آدم متملق و بی شخصت مثل نمکی اگر حتی پولها آزاد شه که تحریم آور مشکلی از مردم حل مگه همین آدم آدمی نیست که اومد از حرف خامنه ای برای ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی دفاع کرد شما هم لابی سای جمهوری اسلامی در خون کسانی که به دلیل نبودن واکسن از بمیرن شریک هستید برای اینکه دارید نظام جمهوری اسلامی رو تقویت میکنید شما دلتون برای مردم ایران نسوخته نشنیدم یک باری که از شما بگید که چرا خامنه ای با ورود واکسن مخالفت کرده نشنیدم یک باری که از شما بگید که در این جنایت اوکراین ها... ن... سپاه نقش داشته در حالی که بسیار از افراد در داخل کشور حتی گفتن حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی اومد گفتش که این کار یک نفر نبوده این کار سازمان یافته بوده بعد شما خائنین خود فروش و وطن فروش نشستید اینجا دارید تلاش میکنید که افکار عمومی غرب و افکار عمومی مردم آزاده افرادی که دارن اخبار رو تعقیب میکنن قانع بکنید که این یک اتفاق بوده و بعدم تلاش بکنید پول بدید به جمهوری اسلامی که بازم بره موشک بخره موشک بسازه بمب بسازه یا رو سر مردم خودش بزنه یا هواپیما مسافر برای خودش بندازه یا پوشش درست کنه که هواپیما مسافر بری دیگه ساقط بشه این سیستم جمهوری اسلامی و کسانی که کمک میکنن نه تنها در مخفی ماندن واقعیت جنایت هواپیما اوکران شریکند در خون تک تک ایرانیانی که به دلیل جنایت بعدی جمهوری اسلامی ریخته میشه شریکند و یقینا یک روز بعد پاسخ بدن. دنیا دنیایی نیست که دیگه مخفی کرد گذشت اون زمانی که بشه سینما رکس آتیش بعد بعد از 40 سال موضوع آشکار بشه جنایت هایی که شما دارید کنید که قطعا از نظر من شما جنا... جنایتتون بزرگتر از جنایت علی خامنه که من بارها گفتم جنایتی که ظریف میکنه از جنایت خامنه که ظریف زبان دنیا رو برده و میاد سعی میکنه افکار عمومی دنیا رو توجیه کنه کمک کنه به دولت های سوء استفاده گر غرب چه ترامپ چه بایدن ببینید بارها من گفتم نه ترامپ نه بایدن. نه کارتر نه ریگان نه مارگارت تاچر نه جانسون هیچ کس در آمریکا، انگلیس، فرانسه، اروپا، شرق، غرب دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی گاو شیرودهی برای همه دنیاست. اما در کشورهای غربی ناچارن افکار عمومیشون رو قانع کنن برای اینکه اگر میخوان با این حکومت جنایت کار فاسد همکاری کنن راه قانع کردنشون هم خائنینی مثل جواد ظریف و کسانی که با جواد ظریف در آمریکا عکس یادگاری میگیرن و همون حرف های جواد ظریف رو نشخار میکنن تلاش میکنن افکار عمومی غرب رو, قانع بکنن که جمهوری اسلامی ضد مردمش نیست تلاش میکنن رفتار دولت بایدن یا ترامپ یا اوباما برای مصالحه با جمهوری اسلامی رو به نفع مردم ایران جلوه بدن اینها جنایت و خیانتشون بالاتر از جنایت و خیانتی که جمهوری اسلامی میکنه ولی که جمهوری اسلامی داره خیانت میکنه اما برای اون خیانتش نیاز به توجیه داره نیاز به صحنه سازی داره نیاز به نمایش هایی داره که مردم دنیا رو فریب بدن که از اون طریق فشار بر دولت های غربی برداشته بشه اگر افکار عمومی غرب مطلع باشن از واقعیت های جمهوری اسلامی به راحتی نه ترامپ میتونه بیاد پشت تریبون بگه که با همین آقاین فعلی هم ما میتونیم مذاکره کنیم نه بایدن میتونه همچین غلطی بکنه اگر این اتفاقات میفته مقصر اصلیش لابیست هایی هستن که هم از توبره میخورن هم از آخر هم حقوق بگیره دولت بایدن یا دولت ترامپ یا دولت, دولت اوباما هستن و هم از جمهوری اسلامی به یقین پول میگیرن هیچ شبه ندارن یا خودشون پول میگیرن یا بستگانشون پیمانکارای بزرگ در داخل کشور هستن ببینید تکلیف باید با اینها روشن بشه اینها در این موضوع الان به هر حال شورای عالی امنیت ملی اوکراین اومده گفته که سقوط شلیک به اوباما عمدی بوده کسی نمیتونه وسط لحاف بخوابه دیگه باید تکلیفشون روشن کنند یا بیان بگن که بله ما از, از جنایت جمهوری اسلامی دفاع میکنیم یا بیان محکوم بکنن این که در همین شرایط سعی کنن چشمشون رو ببندن چشم ناپاکشون رو ببندن که نبینن واقعیت رو این مخفی نخواهد بود قطعا باید پاسخ بدن و حتما هم کسانی هستن که ازشون پاسخ خواهند گرفت این پرسشگری مطمئن باشید ادامه پیدا خواهد کرد اما من که کسانی که برای صحبت میکنن دستی به رسانه ها دارن نفوذی دارند، مصاحبه میکنن گفتگو میکنن اجازه ندن این خبر مهم که یکی از جنایت های بی سابقه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی جنایت جمهور اسلام خیلی کرده اما موضوع شلیک به هواپیما مسافربری و زمین سازی براش و توجهات بعدیش یکی از کثیف ترین کارها و یکی از تاثیر ترین جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده اجازه ندیم این گزارش که یکی از بزرگترین جنایت های جمهوری اسلامی رو افشا میکنه تحت شعاع تلاش های خائنان یک مشوطن فروش در داخل و خارج از کشور و اخبار مهمتری که وجود داره بله اونها هم اخبار مهمی قطعا موضوع کرونا اهمیتش از نظر حجم کسانی که درگیرش هستن بیشتر از اون هواپیمای مسافربریه اما همین کسانی که تلاش میکنن موضوع هواپیمای مسافر برای اوکراین و گزارش شورای عالی امنیت ملی اوکراین رو مخفی کنن همون کسان هستن که دارن تلاش میکنن پولها آزاد چه بره دست خامنه ای که جلوی ورود واکسن برای ایرانیان رو بگیره پول بره خرج حوسی یمن بشه خرج هشت و عراق بشه در افغانستان خرابکاری بشه در یمن هر کاری بخوان بکنند در بحرین برن خرابکاری کنند یا هر کار دیگه این آدم هایی که دارن این کار میکنن ببینید بعید ای نیست اینها از عربستان هم پول بگیرن آدمایی که این کار برای اینکه وقتی این کار انجام میشه به هر حال عربستان هم دو چ... یک حرکاتی انجام میده در... ممکن در دلالی های فروش سلاح به عربستان هم این آدم لابی های جمهوری اسلامی دست چوشن. چون با... برای توجیه و برای مقابله با جمهوری اسلامی قراردادهای 300 میلیاردی 400 میلیاردی دارن کشور عربی با آمریکا و جای دیگه که سلاح بخرن که در برابر خطر جمهوری اسلامی من هیچ بعید نمیدونم کسانی که این کار میکنن از کارخانجات سلاح آمریکا هم پرسان بگیرن بگن یعنی ما باعث میشیم که با در واقع سرپا موندن جمهوری اسلامی و ایران حراسی که در منطقه وجود داره عربستان سلاح بخره باید پرسانت هم بدید من واقعا از این آدم های وطن فروشی چرا باید نمیدونم آدم هایی که انسان فروشن این هایی که ضد جان انسان هستن مگه میشه کسی چشمشو بر جنایتی مثل جنایت اوکراین ببنده و فقط حواسش جمع به این باشه که تحریم برداشته شه من بازم سوالام تکرار میکنم شما اگر تحریم برداشته دوباره چی هستی تحریم برداشته بشه که چه بشه آیا چیزی هست در دنیای امروز در شرایط فعلی چیزی حساس تر و مهمتر از کرونا وجود داره کدوم رهبری در دنیا اینقدر خائن به ملتش هست که بیا جلوی ورود اکسن رو بگیره و شما دارید از اون رهبر حمایت میکنید دروغ میگید اگر مگر شما نمیدونید اگه تحریم ها برداشته بشه چیزی گیر مردم ایران نمیاد چرا به دروغ میگید میخواید تحریم ها برداشته به نفع مردم ایران مگر بازم این سوال رو جواب بدید سوال 100 بارم بپرسیم شما باید جواب بدید مگر در زمان اوباما که تحریم ها برداشته شد گره از گره مردم ایران باز شد مگر همین دولت حسن روحانی تونست کاری بکنه همین دولتی که شما براش قش و ضعف میرید باش با وزیر خارجه شخصی یادگاری میگیرید شما پس دنبال تقویت جمهوری اسلامی هستید برای اینکه منافع خودتون تامین بشه شما مصداق بارز هم از توبر خوردن هم از آخر خوردن شما هستید منتها بسیار بدنام اگر حیوانات نجیب از توبر و آخر میخورن کسی بهشون کاری نداره ولی شما اسم آدم براتون هست ولی متاسفانه هیچ خصلت انسانی ندارید قاتل مسافران مظلوم هواپیمای اوکراین قبل از علی خامنه ای و سربار حاجی زاده و اون اپراتور لابیستای جمهوری اسلامی هستن که در اینجا نشستن و تلاش میکنن این جنایت رو مخفی کنن برای اینکه م... وقتی این جنایت مخفی میشه جمهوری اسلامی هستش باز میشه برای موارد بعدی هم در خون این عزیزان شما شریک هستید هم در تمام خون هایی که از این به بعد ریخته میشه به خاطر بودن جمهوری اسلامی هر کس که باعث تثبیت جمهوری اسلامی بشه در تمام جنایت هایی که جمهوری اسلامی تا یک روز حیاتش انجام بده شریک هستن و یقینا جواب خواهند داد اونها که اعتقاد به خدا و آخرت دارن که در آخرت اونها هم که اعتقاد به دنیا دارن یقین بدونید این از مواردی که قابل مخفی کردن نیست گذشت زمانی که بشه اخبار رو مخفی کرد تک تک حرفایی که میزنید تک تک جلساتی که ببینید آدمای خائن به همدیگه هم رحم نمیکنن حتی از جلسات مخفی شماها گزارش میاد بیرون از مذاکرات کردی میاد بیرون و یقین میدونید روز بعد جواب بدید دادگاه ملی مردم ایران دادگاهی که کسی ازش نمیتونه فرار کنه تمام کسانی که به خصوص در سالهای اخیر که جنایات جمهوری اسلامی خیلی علنی شده خیانتهاش به ملت خیلی علنی شده تمام کسانی که نقش داشته باشن مطمئن باشید باید جواب بدن و جواب خواهند داد موفق باشید